یادتونه که سریال کامبل میخواد از هری پاتر بیاد؟ امروز اومدم بازیگرای اون سریال رو بهتون معرفی کنم. درود به رفقا، ساحره‌ها، جادوگرا و مایلا. اینجا ناکسه، ارائه از مرکز دنیای جادوگری. من عیازم و امروز میخوام بازیگرای احتمالی سریال هری پاتر رو بهتون معرفی کنم. با من همراه باشید. همونجوری که در جریان هستین، قراره یه سریال کامل از هری پاتر ساخته بشه. اگه در جریان نیستین، یه ویدیو کامل ازش ساختم، همه خبرات توش گفتم که لینکش این بالاها میاد، کلیک کنید و اون ویدیو رو ببینید. امروز اومدم که بازیگرای احتمالی این سریال رو بهتون معرفی کنم. این بازیگرا نظر سایت‌های خیلی معتبره، خیلی. و من این بازیگرا رو گلچین کردم، از هر واسه هر شخصی ممکنه چند تا بازیگر معرفی کنم. و اینا رو با هم دیگه امروز بررسی می‌کنیم و معرفیشون می‌کنم بهتون. فقط نکته این که بازیگرای گلدن تریو، یعنی سه تا شخصیت اصلی رون، هری و هرمیونی رو معرفی نمی‌کنم، چون هر احتمالی که بدیم یه احتمال پوچه. حالا احتمال بقیه بازیگرا قوی هست، ولی احتمال واسه این سه تا نیست، چون احتمال 99% یه بازیگر تازه کار و بدون هیچ پیش زمینه یه فیلم و سریالی یا نهایتاً یکی دو فیلم بیارن که احتمال زیاد نه من میشناسم نه شما. پس اون ستا رو فاکتور میگیرم و از شخصیت های کمتر مهم شروع میکنم با معرفی کردن تا بازیگرای شخصیت های خیلی مهم. شما هم نظرتون راجع به این احتمالات و اگه دوست دارین شخصیتی رو بازیگر خاصی بازی کنه توی کامنت ها حتما بنویسین. حالا من این نکته رو اینجا بگم که من اگه میگم بازیگر احتمالی یا بازیگر پیشنهادی، منظورم اینه که این بازیگرا توسط مردم یا سایت ها پیشنهاد شدن، احتمال رسمی هم نیومده که این بازیگر قرار 100% این نقش رو بازی کنه. هر سایت، کانال، منبع و پیجی هم که میاد میگه احتمال 100% فلان درصد قرار این بازیگر بازی کنه، کاملا اشتباه میگه و میخواد فالوور رو ممبر جذب کنه. پس همه اینا یه احتمال اصلا شاید حتی ضعیف، ولی چیزی که تو سایت های معتبر اعلام کردن. بریم سراغشون. شخصیت اول کینگزلی شکلبولته که بازیگری که مردم احتمال میدن ادریس البا هستش، بازیگر جانوران بدون کشور، بازنده ها و ثور راگناروک. به نظر من ادریس البا خیلی واسه این شخصیت هاته. و حالا تصوری که همه ما داریم دو تا تصوری، که تصوری که تو کتابا توصیف شده، یکی تصوری که توی فیلم‌ها دیدیم. و هممون معمولا پیش زمینمون مقایسه کردن با بازیگر توی فیلم‌هاست. حالا دقیقاً یادم نیست چجوری این کینگزلی رو توی کتابا توصیف کرده، ولی به نظرم ادریس خیلی هاته با این شخصیت. شخصیت بعدی نیمفادورا تانکس با بازی ناومی اسکات، بازیگر علایالدین، پاور رنجر و فرشتگان چارلی. حالا این بازیگر رو من خودم خیلی دوست دارم، مخصوصا توی فیلم علایالدین، حالا توی فیلم فرشتگان چارلی کمتر، چون اسم می‌کنم بد بازی کرده، یا توی سایه بازی کریستین استوارت عزیز گم شده، ولی کلا بازیگر باحالیه و به نظرم این شخصیت رو میتونه خوب در بیاره. شخصیت بعدی خاله پتونیا هستش با بازی لوسی دیویس که بازیگر فیلم‌های واندر وومن، شانه مردگان و سریال آفیس هستش. به نظر من یکم چرش واسه خاله پتونیا عجیبه. اصلا خاله پتونیا باید گردن دراز، لاغر و شبیه به قاز داشته باشه که بتونه سرک بکشه همسایه‌های دیگر رو ببینه. و این بازیگر به نظرم بازیگر جالبی نیست واسه این شخصیت. شخصیت بعدی امو ورنونه با بازی متلوکاس، بازیگر احتمالی متلوکاس، بازیگر بریتانیای کوچک، ساقدوش‌ها و آلیس در آن سوی آینه. به نظرم میتونه جالب باشه. حالا باید با سیبیل و موی خاص خودش در نظر بگیریمش و اون هیکلی که پشت ماشین میشینه. ولی 50-50 هم. شخصیت بعدی آرگوس فیلچ با بازی اندی سرکیس، صداگذار گالوم توی ارباب حلقه و هابیت و بازیگر جنگ برای سیاره میمون‌ها و ظهور سیاره میمون‌ها. به نظرم یکم زیادی خوشگله واسه بازیگر فیلچ و باید چیز کریه‌تر رو بیان، حداقل با گریم درستش کنن، ولی بازیگر خیلی توانمندیه. البته صداش واقعا به فیلچ میخوره، مخصوصا با اون بازی که واسه اسمیگل داد، همون گالوم توی عرب حلقا، واقعا صداش اوکی، ولی قیافش میگم خیلی جذابه. شخصیت بعدی جیمز پاتر با بازی احتمالی اسا باترفیلد، بازیگر هوگو، بازی اندر و آموزش جنسی. توی سکس ادویکیشن خیلی باحال بازی میکنه، ولی حس میکنم یکم زیادی جوونه واسه شخصیت جیمز پاتر، مگه اینکه بخوان دوران نوجوانی جیمز رو نشون بدن.
اگه مثلا میخوان توی آینه وزرا نشونش بدن مثلا بازیگر سن بالاتری رو میطلبه، ولی به نظرم واسه شخصیت دوره نوجوانی جیمز پاتر بازیگر اوکیه. البته سنش اونقدر هم کم نیست، ظاهرش بیبی فیس مونده. شخصیت بعدی لیلی پاتر با بازی احتمالی لوسی بوینتون، بازیگر خیابان آواز بوهیمیان رپسودی و قتل در قطار سریوسایر شهر. ای چی زشته، من عکسش دارم این گوشه تو مانیتور میبینم و به نظرم بازیگر اوکی نیست. چشاش هم اصلا شبیه چشای اون بازیگر احتمالی هری پاتر نخواهد بود، چون شبیه فاحشه هاست چشاش. شخصیت بعدی روبیوس هگریده با بازی احتمالی کریستیان نارن، بازیگر بازی تاج و تخت، حضور افتخاری و خیابان قاتل. این که هادوار خودمونه، من خیلی دوستش دارم و به نظرم به اون شخصیت گوگولی هگرید میخوره. البته هیبت هگرید زیاد گوگولی نیست، ولی اون شخصیت، اون ذات مهربون درونش خیلی گوگولیه. اینا از هر هگرید فنی پرسی موافقت میکنم. من به نظرم هادوار با اون پایان خاصش توی سریال بازی تاج و تخت خیلی به این شخصیت میخوره. البته یه احتمال قوی دیگه واسه بازیگر شخصیت هگرید هم دادن که نیک فراست، بازیگر پایان دنیا، پاول و شان مردگان. نه این چهرهش گوگلی تر از بازیگر هدوره، اینو بیشتر پسندیدم تا بازیگر هدور. چهرهش گردی خاصی داره. شخصیت بعدی مدای مودیه با بازی احتمالی مایکل شین، بازیگر کارشناس سکس، نیمه شب در پاریس و ملکه. این هم به نظرم زیاد هیبتش به اون هیبت خوف و ترسناک مدای مودی نمیخوره. البته مدای مودی توی نقاشی جیمکر خیلی لاغرتر از بازیگرش توی فیلم هاست، فیلم های هری پاتر. ولی این بازیگر هم به نظرم یکم باید هیکلی تر و با هیبت ترسناک تری باشه، ولی چهرهش نسبتاً میخوره. 50-50. شخصیت بعدی آرتور ویزلیه با بازی احتمالی جاش ویدیکوم، بازیگر سریال جاش، همون کمدین برنامه انگلیسی. اینا خیلی موافقم، واقعا باید اینو بذاریم واسه آرتور ویزلی. اون حس کنجکاوی که توی شوش داره و اون کلا خیلی قیافه و رفتار و اکتش خیلی به آرتور میخوره. من 100% موافق این بازیگر هستم. شخصیت بعدی مالی ویزلی هستش، همسر آرتور ویزلی، با بازی احتمالی کاترین تیت، بازیگر دکتر هو و شوی تلویزیون کاترین تیت. این هم به نظرم اخلاق و برخوردش میخوره به مالی ویزلی، ولی چهره و قیافه شبیه اون مامان خونداری که خیلی شبیه ایرانی هست رفتارش نمیخوره. البته اون بازیگرش هم به نظرم بازی قوی داره، میتونه در بیاره، ولی اون میگم قیافش نمیخوره. شخصت بعدی پروفسور کویرل با بازی احتمالی فیسای و ایکناده نمیدونم تلفظش رو فکر کنم دارم اشتباه میگم، ولی توی فیلم های نفسگیر یا هارت استاپر، آتلانتا و تاریخ شخصی دیوید کاپرفیلد بازی کرده، ولی احتمال من دارم اسمش رو اشتباه میگم، تلفظ اسمش رو. حالا من نه ایشون رو میشناسم، نه فیلماشون رو دیدم، سریالاشون رو دیدم، نظری ندارم. چهرهشون هم که حالا به فیلم ها نزدیک نیست، به توصیفات کتابم یادم نیست چجوری بود، نظری راجع بهشون ندارم. شخصیت بعدی بلاتریکس لسترنج با بازی کتی مک‌گراث، بازیگر پارک جوراسیک، سوپرگرل و شاه آرتور افسانه شمشیر. این هم نظرم بازیگرش خیلی میخوره به این بازی و با توجه به فیلم هم که بازی کرده تواناییش بالاست. مثلا بخوام اگه از 100 بگم 90% شبیه میتونه این نقش رو ایفا کنه. اجازه میدم ایفا کنه. واسه شخصیت بلاتریکس بازیگر دیگر هم پیشنهاد دادن که لزلی آن برانت، بازیگر اسپارتاکوس، لوسیفر و گاتهام. به نظرم این بازیگر هم مستعد تواناییشو داره که شخصیت بلاتریکس رو به خوبی در بیاره، ولی بلاتریکس همیشه باید در کنار خواهرش در نظر گرفت. به نظرم باید دو تا بازیگر شبیه به هم انتخاب کنن. پس با توجه به این بریم سراغ بازیگرای احتمالی خواهرش، یعنی نارسیسا مالفوی. واسه نارسیسا مالفوی هانا وادینگهام رو پیشنهاد دادن، بازیگر تد لاسو، بی‌نوایان و چگونه دوستان را از دست بدهیم و مردم را با خود بیگانه کنیم. چه اسم والی داشت؟ به نظرم یکم سنش زیاد، حالا دقیقا نمیدونم چقدر سنش، ولی به چهرش میخواد که سنش زیادتر باشه. و با توجه به اینکه پدر و مادر دریکو همسن پدر و مادر هری و همسن لوپین و سیروس بلک و اینها هستن، یه بازیگر جوانتری رو میطلبه. بازیگر احتمالی بعدی این شخصیت هم بروس ویلسون هستش، بازیگر لوتر، نیروی اهریمنیش و لاک. به نظرم این بازیگر نسبت به قبل بیشتر میخوره که نقش نارسیسا رو بازی کنه و به دوتا بازیگر پیشنهادی بلاتریکس هم نزدیک تره به جفتشون. من توی نیروی اهریمنیش که ایشونو دیدم با شخصیت خانم کولتر، خیلی اون ابهتش رو دوست داشتم، بازیش رو دوست داشتم و به نظرم میتونه نقش یه مادر شخصیتی مثل دریکو رو خوب در بیاره.
شخصیت بعدی لوسیوس مالفوی، همسر نارسیسا، با بازی تام فلتون، بازیگر هری پاتر و ظهور سیاره میمون ها. اصلا ایشون که خداست. یعنی اگه تام فلتون بیاد و نقش بابای خودش رو بازی کنه خیلی عالی میشه. امیدوارم این موضوع رو حتما سازنده‌ها در نظر بگیرن. تام فلتون بازیگر شخصیت دریکو مالفوی توی فیلم‌های هری پاتر بود و حالا اینو مثلا ما در هیبت پدرش لوسیوس ببینیم خیلی جذابه. من اینو اصلا 110-120 در نظر میگیرم. بازیگر احتمالی دیگه این شخصیت هم تام میسون هستش، بازیگر اسلپی هالو، گمشده در آستان و نگهبانان یا همون واچمن. این بازیگر هم خیلی بهش میخوره که نقش لوسیوس رو بازی کنه، ولی باید با اون گریم موهای بلند و سفید بیدش. شخصیت بعدی هم ریموس لوپین هستش، با بازی احتمالی آرتور دروی، بازیگر دکتر هو، برادچرچ و افسانه های فردای دی سی. چهرهش خیلی میخوره، بازیش هم خیلی میخوره، از اونجایی که تو دی سی سابقه فعالیت داشته، دی سی هم زیر مجموعه وارنره، احتمال این که بیارنش هست. بازیگر دیگه احتمالی همین شخصیت مکس مینگلو است، بازیگر سرگذشت ندیمه، مارپیچ و شبکه اجتماعی. این هم گزینه بدی نیست، ولی من قبلیه رو بیشتر دوست داشتم. این چهرهش هم حتی بیشتر، ولی این یکی زیاد نه. بریم سراغ شخصیت سیروس بلک، با بازی احتمالی تام بورک، بازیگر فقط خدا میبخشد، سوغات و شگفتی. البته که ما ایشونو توی آثار دیگه خانم رولینگ هم دیدیم، یعنی سریال کورمورن استرایک که اقتباسی از مجموع کتابای جنایی کارگاهی خانم رولینگه و بازیگر خیلی خوبه. من بازیشو خیلی میپسندم و مثل خود بازیگر قبلی سیروس بلک یعنی گری گولدمن یه بازیگر توانا و مثل همون حاطه. بازیگر احتمالی دیگه همین شخصیت تام الیسا، بازیگر لوسیفر، آیا این عاشقانه نیست و میراندا. لوسیفر که خداست، یعنی من حاضرم هر شخصیتی رو بازی کنه ولی بیاد توی این فرانچایز. من 100 از 100 واسه این بازیگر. شخصیت بعدی هم مینروا مگانگله، با بازی احتمالی هلن میران، بازیگر ملکه، قرمز و هیچکاک. هلن میران که اصلا نیازی به 2-2-4 نداره، من خیلی دوست دارم توی این فرانچایز بازی کنه. قبلا هم قرار بوده توی فیلم‌های هری پاتر فکر کنم شخصیت نارسا رو بازی کنه، ولی خب الان وقتشه که بیاد توی این فرانچایز. بازیگر بعدی که واسه همین شخصیت پیشنهاد دادن ژاکلین کینگ هستش، بازیگر 55 درجه شمالی، دکتر هو و شکارچی جایزه بگیر. به نظرم این بازیگرم خیلی قیافش میخوره، ولی اون مهربونی رو تو قیافش نداره. بازیگر شخصیت مگانگل یه مهربونی تا اون چهره خشک معلمش داره، ولی این اون مهربونی رو نداره. بازیگر بعدی دیگه هم که باز واسه همین شخصیت پیشنهاد دادن اولیویا کولمن هستش، بازیگر سوگولی، براد چرچ و دختر گم شده. این هم بازیگر خیلی خوبیه، ولی باز این خیلی چهرش مهربونه نسبت به بازیگر قبلی. به نظرم همون اولی از این دو تا دیگه بهتره. شخصیت بعدی سوروس اسنیپر، با بازی احتمالی آدام درایور، بازیگر جنگ ستارگان، پترسون و داستان ازدواج. وای خدا، همه جای اینترنت دارن میگن که آدام درایور سوروس اسنیپر. اصلا نیازی نیست که کمپانی به این قضیه فکر کنه. بازیگر احتمالی دیگه که واسه همین شخصیت پیشنهاد دادن دیو پتل هست، بازیگر فیلم‌های میلیونر زاغنشین، شیر و شوالیه سبز. بازیگر خیلی خوبیه، ولی من دوست دارم آدام درایور رو توی شخصیت سوروس اسنیپ تصور کنم. این میتونه نقش ورم تیل رو بازی کنه. شخصیت بعدی لورد ولدمورت که شخصیت منفی مجموعه هری پاتر، با بازی احتمالی جیمی باور، بازیگر هری پاتر، سوینی تاد و مجموعه توایلایت. بازیگر خیلی خوبیه، مخصوصا توی مجموعه استرنجر تینگز و حتی توی هری پاتر هم که شخصیت گریندلوالد رو بازی کرده بود، کلا شخصیت منفی رو خیلی خوب میتونه در بیاره. ولی خود ولدمورت اصلی ما یعنی ری فاینز خودش ابراز علاقه کرده بود که برگرده و ما امیدوار هستیم برگرده، ولی این هم بدک نیست. بازیگر بعدی که واسه شخصیت ولدمورت پیشنهاد شده جولیان بلیچ هستش، بازیگر برادران گریم، بی‌نوایان و انتقام‌جویان عصر اولتران. همونجوری که گفتم همون باز ولدمورت خودمون هست، همش بهتره. و در آخر از همه هم شخصیت آلبوس دامبلدور، با بازی احتمالی بلر آندروود، بازیگر فیلم‌های تأثیر عمیق جاست کاز و گاتاگا. بازیگر خیلی مستعدیه، به نظرم خیلی خوب میتونه نقش شخصیت دامبلدور رو در بیاره، ولی یه گریم خیلی سنگینی میخواد چون خیلی باید مستعد بشه دیگه. بازیگر بعدی که واسه دامبلدور پیشنهاد شده چارلز دنس هستش، بازیگر گاسفورد پارک، بازی تقلید و بازی تاج و تخت. مثلا اینکه توی گیم آف ترونز خیلی فوق العاده بازی کرد، خیلی، ولی شخصیت منفی بود و
نمیدونم شخصیت دامبلدور یک شخصیت پدر دانا، شخصیت مقدس، حتی شخصیتی که خیلی علمش زیاده و مهربونه رو میتونه بازی کنه یا نه، ولی در شخصیت منفیش که خیلی فوق‌العاده عمل کرد. بازیگر احتمالی بعدی واسه شخصیت دامبلدور پیتر کپلدی هستش، بازیگر دکتر هو، جوخه انتار و جنگ جهانی زد. نظرم یکم از لحاظ استایل به دامبلدور نمیخوره، ولی بازیگر خیلی خوبیه. اگه بیاد و کریم خیلی سنگین روش پیاده بشه، احتمالاً بتونه خیلی خوب دامبلدور رو در بیاره. پلی لیست ناکس رو حتما توی کانال یوتیوب ویزاردینگ سنتر دنبال کنید. در ضمن بخش جدید به سایت ویزاردینگ سنتر اضافه شده که همین ناکس خودمونه، که توی اون اپیزودها خلاصه اپیزودها و نکات جالب و هر از گاهی هم اخبار مربوط به دنیاهای فانتزی رو میذارم. همین دیگه، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. خدافظ. میکنم فکر کنم